اسپانسر والکس. 20 حقیقت جالب از پشت صحنه فصل اول دلستافاس که ممکنه ندونید. برای خرید گیف کارت های معتبر اسپاتیفای، پلی استیشن، اپل استور و غیره و همینطور گیف کارت های تماشای بهترین و جدیدترین فیلم و سریال ها از نتفلیکس، هلو و آمازون پرایم میتونید از صرافی معتبر والکس استفاده کنید. یک کمپین هم دارن که اگه تا 31 فروردین خرید کنید تا 40% تخفیف میگیرید و توی قرعه کشی 3 تا PS5 هم شرکت داده میشید. شماره 20، ترسیدن سریال نگیره. همون اول اعلام شده بود که فصل اول سریال قرار 10 قسمت باشه ولی فقط 9 قسمت ارائه شد. اگه گفتین چرا؟ چون قسمت اول و دوم رو یکی کردن. اگه گفتین چرا؟ چون میترسیدن قسمت اول جذبه کافی برای نگه داشتن مخاطب رو نداشته باشه. به خاطر همینم بود که قسمت اول از همه قسمت‌های دیگه طولانی تر بود. شماره 19، اقتباس از بازی. این سریال از بازی فوق‌العاده موفق و محبوب دلست آف آس اقتباس شده. البته در یک حرکت هوشمندانه خالق بازی یعنی نیل دراکمن رو توی تیم خودش داره. سرتیم خالقین سریال کریگ میزن کسیه که ازش مینی سریال قدرتمند چرنوبیل رو تقریبا هممون دیدیم. شماره 18، بازیگری سخت‌ترین کار دنیاست. بازیگر نقش بیل که اصولاً نقشای کمدی بازی می‌کرده توی دنیای واقعی هومسکشوال نیست و جالب این که زنش ترغیبش کرده این نقش رو بپذیره. شماره 17، مرگ تس در دنیای واقعی. آنیورشینگ صدا پیشه کاراکتر تس توی بازی در حین پخش سریال در حالی که فقط 45 سال داشت بر سر بیماری از دنیا رفت. شماره 16، پدرو بگو چشم. پدرو پاسکال و برا رمزی از طرف خالقین سریال اجازه نداشتن برن بازی دلستافاس رو انجام بدن برای اینکه خطر تقلید میرفت، اما پدرو پاسکال شیطونی میکنه و یواشکی میره بازی رو انجام میده. از این میفهمه که پلیر خوبی نیست و بازی رو میذاره کنار. شماره 15، دختر کو ندارد نشان از مادر. بازیگر نقش سارا خیلی شبیه تندی نیوتون بازیگر وست وورد نیست، هست چون دخترشه. شماره 14، دنیا خیلی کوچیکه. پدرو پاسکال و برا رمزی هر دو قبلن همبازی بودن، هر دو توی سریال گیم آف ترونز بازی کرده بودن. هم دلست آف آز هم گیم آف ترونز محصول اچ بی او هستن. شماره 13، پدرو چشم همه رو گرفت. اواخر پخش فصل اول سریال بود که اعلام شد طبق نظرسنجی ها پدرو پاسکال محبوب ترین سلبریتی حال حاضر دنیاست. شماره 12، دختر خوش صدای بابا. خواننده تیتراژ احساسی پایانی قسمت ششم، دختر خالق سریال یعنی کریگ میزنه. شماره 11، سورپرایز گوگل. اگه اسم سریال رو توی گوگل سرچ کنین یه قارچ از اون پایین تلپ میاد بالا، وقتی روش کلیک کنی قارچ های سرچماقی توی کل تصویر پخش میشن. شماره 10، سانتا اولایا. این موسیقی عالی که میراث گیمه و به سریال رسیده ساخته سانتا اولایا است. سانتا اولایا همون کسیه که موسیقی فراموش نشدنی فیلم بابل و فیلم 21 گرم رو ساخته. شماره 9، بلوتر واقعی بود یا جلوه های ویژه؟ جالب اینه که بدونید بلوتر CGI نبود و یه آقای ماشالله ماشالله گنده به اسم آدم بسیل نقشش رو زیر گریم سنگین ایفا کرده بود. شماره 8، ترسناکترین کلیکر. نقش دختر بچه ترسناک کلیکر توسط یه دختر بچه خوشگل 9 ساله ژیمناست به اسم اسکای نیوتن بازی شده. شماره 7، حتما باید زایه می کردی. زرافه قسمت آخر یه زرافه واقعی به اسم نابوه که توی صحنه حضور داره. من توی بررسی قسمت آخر گفته بودم معلومه زرافه به صحنه اضافه شده، بعد دایرکت زیاد برام اومد که اشتباه گفتی، واقعی بوده. اما باید این توضیحو بدم که تلفیق زرافه با بک‌گراند طبیعی به نظر نمی رسید. شماره 6، بازیگری که نمیشنید. بازیگر نوجوان نقش سم یعنی کیوان منتریال
واقعا ناشنواست و پیدا شدنش رو کریگ میزن مثل یک معجزه میدونه. شماره 5، حضور جالب صداپیشه ها در سریال. صداپیشه نسخه بازی کاراکتر تامی بازیگر نقش پری توی سریال بود. صداپیشه مارلین توی بازی، یعنی مریل دندریج، شانس اینو داشته که خودش مارلین سریال رو هم بازی کنه. به تروی بیکر بازیگر جول نسخه بازی فقط یک نقش فرعی در قسمت 8 سریال رسید و اشلی جانسون الی نسخه بازی شد مادر الی در نسخه سریال. جالبتر شباهت ظاهری بلا رمزی و اشلی جانسون بود. شماره 4، ترسناکترین های سریال. صدای کلیکرها که به نظرم از چهرهشون ترسناکتر بود کامپیوتری نیست، بلکه صدا پیشه های واقعی توی استدیو این صداها رو ساختن. اینم تلاش نچندان بد بلا رمزی. شماره 3، بیماری سرچماقی. آیا واقعیه و آیا واقعا آدم ها میتونن دوچارش بشن؟ قارچ سرچماقی و ابتلا به اون شدنیه و تخیلی نیست، اما در حال حاضر فقط میتونه روی حشرات اثر بذاره، مثل مورچه ها. آیا با گرم شدن دمای زمین پیشبینی سریال میتونه به واقعیت بپیونده؟ شماره 2، کارگردان ایرانی سریال. علی عباسی سازنده فیلم پرحاشیه عنکبوت مقدس دو اپیزود آخر، یعنی 8 و 9 فصل اول سریال رو کارگردانی کرده. جالب اینه که بلا رمزی گفته قسمت 8 خیلی قسمت سختی بوده براش، چون هوا به شدت سرد بود و علی عباسی علاقه به پلانهایی که زیاد کات بخوره نداشت و پلانهای طولانی رو دوست داشت. یکی من مجبور شدم به خاطر این علاقه علی عباسی 8 دقیقه اون تفنگ خیلی سنگین رو توی دستم نگه دارم. خیلی از چیزهایی که توی این قسمت میبینید واقعی بود. و شماره 1، عامل شیوع چی بود؟ طبق نکات جالبی که بیننده های دور همی لستافاسی برام کامنت کردن، باید مسئله پنکیکی که قسمت اول سارا پیداش نکرد رو جدی گرفت. سارا پنکیک رو پیدا نکرد، جول یادش رفت کیک بخره، همسایه‌ای که مبتلا شد در حال خوردن بیسکویت بود و البته کلوچه کشمشی درست کرد که سارا خوشش نمی اومد و نخورد. بیس همه اینها چیه؟ آرد و غلات. قسمت دوم متوجه شدیم که اولین فرد رد داده مبتلا توی کارخونه آرد شهر جاکارتای اندونزی رویت شده. ممکن بود این قضیه از دستتون در رفته باشه. فکتایی که توی دو قسمت اول و دوم در مورد آرد مطرح شده بود و یه جورایی عامل شیوع رو از آرد و غلات معرفی کرد. در تماسیم.